رهبر امارت اسلامی در آستانه 30 سالگی بازگشت به قدرت در افغانستان تعیینات تازه ای را در کابینه حکومت سرپرست ایجاد کرده است. به اساس دستور او، شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معدن و پترولیم در رأس اداره سرمیاش مقرر شده و سرپرستی وزارت معدن و پترولیم را به هدایت الله بدری واگذار کرده است. در اینجا به جایی ها، مطیع الحق خالص، سرپرست قبلی اداره سرمیاش، به حیث سرپرست اداره حفاظت از محیط زیست و نور احمد آقا از معاونیت به سرپرستی بانک مرکزی افغانستان ارتقا یافته است. آفس عزیزالرحمن که پیش از این سرپرستی اداره حفاظت از محیط زیست را بر عهده داشت، در این تعیین‌های جدید به حیث معاون اداره سرمیاشت گماشته شده است. هدایت الله بدری به حیث سرپرستی وزارت معدن و پترولیم، نورالدین تراپی به عنوان سرپرستی اداره ملی مبارزه با حوادث، شهاب الدین دلاور من حیث سرپرستی جمعیت هلال احمر افغانی، نورالدین احمد آقا به عنوان سرپرستی بانک مرکزی و سرپرستی قبلی اداره حفظ محیط زیست، حافظ عزیز رحمان به حیث معاون اداره سرمیاشت افغانی تعیین گردید. آگاهان تغییرات در نهادها را یک اصل می دانند، اما آنان این اصل را در حکومت امارت اسلامی متفاوت گفته و به این باورند که حکومت سرپرست این تغییرات را از بهر ارتقای ظرفیت مسئولان اداره های دولتی انجام می دهند. تغییرات و تبدیلات و اسب و نزل و ارتقای یک مامور در ادارات دولتی چی چا مقامات بلند پایه باشه یا پایین رتبه یک روند معمولی هست، خصوصا در رژیم طالبا حتی در دوره اول هم مایده میتونن که زیادتر رخ میداد. بنابراین به خاطر بهبود کار و سرعت بخشیدن کار و وجه بهتر کار و خدمات بهتر ارزه کردن فکر میکنم هستن، چون اگر به خاطر باز اختلافات می بود باز معمولی نزل می شد یا منفک می شد دور می شد، نه ای که به پوست دیگه می رفتن. دران یک معمول از تمام دارات و تا حالی که ای کارا صورت گرفتن نتیجه خوبی بوده، هم معنای وحدت و اتحاد و اطاعت از امر آمر این مسئله هم به اثبات می رسانه. گفته نیست که رهبر امارت اسلامی به حیث عالی ترین مرجع تصمیم گیر حکومت سرپرست از زمان به حکومت رسیدنش در افغانستان چندین بار دستور مقرری های تازه را صادر کرده است.